دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از هر جایی که هستین دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، براتون آرزوی سلامتی دارم. امروز درس گرامر داریم، یه گرامری که به نظر اصلا گرامر نیست، از نظر شما فکر کنید این که گرامر نیست، ولی این گرامر هست، خیلی مهمه، خیلی جزء المنت های اصلی چیزی هستش که باید باهاش پایه هاتون رو قوی کنید و نمیتونید شما مثلا گرامر نیستش که الان شما مد نظرتونه گذشته فلان، آینده فلان اینا، ولی یه چیزیه که باید روش دقت بشه و ممکنه اگر که پای ریزی رو درست انجام ندید برید اون بالا. اینو بارها گفتم، بازم میگم که شما بالاخره متوجه صحبت من بشید. چرا؟ چون خیلی از پیشرفته ها رو دانش آموزا رو دیدم که همین چیزها رو که خیلی ساده نظر میاد گیر میکنن و همین باعث کاهش اعتماد به نفستون میشه و وقتی که اعتماد به نفس ندارید و اعتماد به نفستون کم میشه، شما زیاد دوست ندارید دیگه یاد بگیرید. خب فرق whom, who و whose. اوکی؟ whom object pronoun هستش و who subject pronoun. اجازه ندید که این اسمهایی که یه ذره بزرگ هسته شما رو بترسونه و شما بک آف کنید. نه، شما با داخل ویدیو هرچ که هست با اونا کار دارید، با اینکه دقیقا مطلب چه هستش بریم ببینیم. خب object یعنی حالت مفعول و subject یعنی حالت فاعل. خب و وقتی که ما توی جمله میخواییم راجع به مفعول کسی رو مفعول بکنیم، هم و هو جفتش راجع به شخص صحبت میکنن، ولی وقتی که میخواییم اون شخص رو، شخص به یک حالتی قرار میگیره که receives an action، یعنی یک عملی رو دریافت میکنه، اون موقع اون میشه whom و مفعول میشه. ولی اگر خودش یه عملی رو انجام میده میشه subject و فاعل. خب بریم حالا ببینیم با مثال با چیزای دقیق تر ببینیم که دقیقا منظور چی هستش. اولین چیز با این شروع میکنم که توی نامه های اداری whom یه ذره رسمی تر هم هستش، اوکی؟ و تو نامه های خیلی رسمی ازش استفاده میشه. اگر مثلا دارید به یک جای به کانسل، به هوم آفیس، به هر جا که براتون رسمی تر هستش بخواید نامه رسمی بزنید، باید اینطور اولش بزنید. چرا؟ چون نمیدونید چه کسی هستش که این نامه رو میره میخونه. میرسید to whom it may concern. To whom it may concern یعنی چی؟ یعنی شما با این whom که میارید نشون میدید که نمیدونید اون شخصی که میره و نام شما رو میخونه زن مرد کیه اصلا. خب حالا بریم دقیق ترش. To whom were you talking؟ To whom were you talking؟ این خیلی رسمی هستش، توی spoken English در واقع استفاده نمیشه، ولی باید بهتون یاد بدم تا بلد باشه. مثلا خیلی unusual هستش این مثالی که میزنم، ولی natural نیستش. ولی مثلا فکر کن مثلا در رو باز میکنی، یکی رو غافلگیر میکنی، میخوایی که To whom were you talking؟ با کی صحبت میکردی؟ ولی معمولا میگی Who were you talking to؟ Who were you talking to؟ ولی حالا این رسمی تره و Who were you talking to؟ اینجا درسته. چرا؟ با چه کسی بود که شما داشتی صحبت کرد؟ پس اون چه کسی بوده که اکشن رو ریسیف میکنه و دریافت میکنه اون عمل با اون داشته انجام شده و اون اونجا آبجکت هستش، مفعوله. اوکی؟ پس شما اونجا باید در واقع از whom استفاده بکنید، اون درستش هستش، ولی بعدا بهتون میگم که چرا بعضی وقتا قاطی میشه. خب حتی برای نیتیو ها. Libby, whom I've known for ages, stole my joggers. Libby, whom I've known for ages, stole my joggers. خب Libby، اینجا whom داریم. Libby کسی را که مثلا برای، بخواستم حالا یک مثالی بیارم که دقیقا شما میدید، ولی که خیلی ساله که میشناسمش. Libby whom I've known for ages که خیلی وقته که میشناسیش،
Okay, Libby, whom I've known for ages, stole my joggers. جاگرز من رو دزدید. اوکی؟ خب پس لیبی اینجا اکشنی انجام داده، ولی اینجا ما یه توضیحی اول راجع به لیبی دادیم. برای همین هم لیبی کسی رو که برای سالها میشناختم، اوکی؟ میشناختم. پس اینجا چه کسی رو برای یک سالها میشناخته ام؟ لیبی رو. Okay, pass. Enjoy, Libby. I've known for ages. Stole my joggers. Pass. Enjoy. چرا خون اومده؟ چون Libby این اکشن رو دریافت کرده و مفعول هستش. Libby, اگر که روزی اینو دیدی. Libby, whom I've known for ages, stole my joggers. خب پس اینجا چرا نگفتیم who؟ چون ما باز یه توضیح خاصی، توضیح اضافه راجع به لیبی هم دادیم. کسی رو که برای مدتی میشناختم. خب حالا شهر رو دزدید. بیشتر اگه دقت کنید اینو این وسط توضیحات اضافه اوله راجع به لیبی. خب to whom I've always loved، اینو من حالا از خودم درآوردم. خیلی رسمیه و معمولا به کسی که همیشه دوست داشته اید اینطور صحبت نمی کنید، ولی میخوام دقیقا درک کنید جمله یعنی چی. whom یعنی چی؟ To whom I've always loved. I've always loved کسی که این اکشن رو دریافت میکنه، کسیه که من همیشه دوست داشتم. اوکی؟ پس اینجا باید whom باشه. چرا؟ چون این شخص اکشنی رو دریافت کرده. خب بریم سراغ اون چیزی که بهتون گفتم. چی؟ همون لیبی که براتون مثال زدم. دوباره سر همون که متوجه بشین. Libby, who stole my joggers? Libby, who stole my joggers? خب Libby کسی که شلوار من دزدید. اینجا Libby یک عملی انجام داده، درسته؟ خودش شخصا عملی انجام شده. دیگه من راجع به اون توضیح نمیدم که من اون رو برای مدتی میشناختم. اون یه عمل رو داره انجام داده یا الان داره میده، به هر شکلی. خب پس اینجا میشه چی؟ سابجکت. عملش چیه؟ فاعل بودنشه. اوکی؟ پس اینجا هو رو میاریم. خب پس Libby, who stole my joggers. توی این مثال نگاه کنید. This is the person who told me about you. This is the person who told me about you. خب اینجا نگاه کنید. این شخصی که راجب تو به من گفت. راجب تو به من گفت. اوکی؟ یعنی این عمل this is the person. میتونستیم بگیم چی؟ به جای این همه که بگیم this is the person. این چه کسیه؟ اگر she باشه یا he باشه، مرد باشه یا زن باشه. She is the person who told me about you. خب پس ما میتونستیم به جای این سابجکت بیاریم بگه she, he یا هر چیزی اسم. خب پس اینجا یک شخصی یک عملی رو انجام داده و خودش عملی رو انجام روش نشده. این شخصی هست که راجب تو به من گفت. اینجا راجب کس، چه کسی گفت؟ این شخصی که در واقع مفعول شده. فلانی راجب چه کسی به تو گفت؟ چه کسی رو به تو مثلا معرفی کرد؟ اوکی؟ ولی حالا ما با اونش کار نداریم. خب حالا تو جمله های ساده ای مثل، نگاه کنید اینجا، تو جمله های ساده ای مثل
she? کاملا غلطه. Who is she? اون کیه؟ اوکی؟ راجع به اینجور مسائل هو خالی میاد برای سوال کردن راجع به اینکه این چه کسیه. یا هر جا که یک شخص یک عملی رو انجام داده باشه تمام. ولی نه اینکه یک عمل رو خودش انجام بوده شده باشه. حالا بعد از این همه توضیح یه خبر خوب دارم. قبل از اینکه بخوام هوز رو توضیح بدم. خبر خوب اینه که اگر زبان انگلیسی رو فقط نوشتاری الان مد نظرتون تو بخوای خودتون رو ببرید بالا، بله هم کاملا باید یاد بگیرید. واسه یه بالاخره باید یاد بگیرید چون پیش میاد که شما بخواید نامه بزنید، یک نامه رسمی. ولی اگر فقط برای مکالمه روزانه میخواید هو جاش رو تقریبا خیلی جاها میتونید به هم و نیتیف ها انگلیسی زبان ها دارن استفاده میکنن، شما نگرانش نباشید، میتونید هو رو بیارید. همیشه سیفه براتون بجز رایتینگ یا مکالمه رسمی، همیشه سیف هستش که شما هو رو بیارید. ولی هوز کاملا با این دوتا فرق داره. با یه مثال براتون میگم. هوز معنیش مالکیته، جاشو میده به his, her, yours, mine. مالک کسی بودن. خب وقتی میخوایم question کنیم، سوال کنیم که فلان چیز مال چه کسیه، هوز رو میاریم. پس رفتی به فاعل و مفعول شدن اینا اصلا نداره. خب whose socks are these؟ خب وارد یه اتاق میشین، میگین که یه دونه ساکس اونجا هست، مثلا جورابای smelly socks هستش اونجا، مثلا میگه که whose socks are these؟ whose socks are these؟ میگه که اینا جورابای کیه. خب پس whose socks are these؟ پس یعنی اینا مال چه کسیه؟ پس هر جا که خواستید مال چه کسی رو question کنید یا بپرسید بگید که این مال چه کسیه، میگید whose. ولی نکته ای که داره اینه که بعد از whose همیشه ما noun رو میاریم. یعنی چی؟ اسم، adjective و اینا نمیاریم، noun یا اسم میاریم. و صفت و اینا نیست. whose socks are these؟ whose socks are these؟ پس متوجه شدید که وقتی که میخواید question بکنید، سوال بکنید که این فلان چیز مال چه کسیه. پس این رو با هم و هو قاطی نکنید، اون دوتا یه بحث جدا هستن. و دلیل این که من اینو اینجا آوردم چون این سه تا کلمه به هم شبیه هم و شما گره میکس دارم و میخواستم این اینجوری تو مغزتون رو بردارم. بخواستم اینطوری که مغزتون پیچ خورده رو براتون بردارم. پس بله اینا خیلی به هم شبیهه، ولی دوتاش اصلا با هم کار نداره و این یکی رو باید همینطور که هست یاد بگیرید. ولی اینجا بهتون یه تقلب میدم که بین who رو استفاده کنید. خب امیدوارم که از این درس خوشتون اومده باشه و اون استفاده که باید می‌بردین رو بردین. و leave your comments down below. If you've got any questions, feel free to just ask and I will reply back to you.